سلام برای بچه های یوتیوب. آقا از سری برنامه هایی که برای مهاجرت و پناهندگی به اروپا یا آلمان داریم ضبط میکنیم، میخوایم این قسمت درباره آقا ویزای جعلی صحبت کنم که الان خیلی دیگه داره زیاد میشه و پلیس آلمان هم خیلی شدید داره چک میکنه، تمام مرزها رو داره چک میکنه. میخواستیم در این مورد صحبت کنیم که به هر کسی اعتماد نکنید، پولتون رو بدین یه ویزا بگیرین به عنوان ویزای اروپا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و اون ویزا جعلی از آب در بیاد، فقط یه برچسب باشه. الان خیلی مد شده، میلیون ها پول از شما میگیرن و ویزای جعلی بهتون میدن و این واقعا واقعا دیگه برای اروپا جواب نمیده، به خاطر اینکه شرایط خیلی سخت شده. الان واقعا توی آلمان، من آلمان رو بیشتر خبر دارم، توی آلمان دیگه با همچین چیزایی نمیشه وارد شد. یعنی شما اگه قاچاقی وارد آلمان بشین خیلی بهتره تا اینکه بخواید با ویزای جعلی بیان، چون الان پلیس آلمان تمام هواپیمایی که از کشورهایی که پناهنده زیاد میاد وارد آلمان میشن، همون داخل هواپیما پاسپورت ها رو چک میکنه، ویزا رو چک میکنه ببینه ویزا جعلی نباشه، ویزا برچسب نباشه. اگر ویزاتون جعلی باشه اصلا نمیذارن از هواپیما پیاده بشین، یعنی پاتون رو نمیذارن وارد خاک آلمان کنین، با همون هواپیما شما رو برمیگردونن. الان یکی از دوستان من دیدم تو اینستاگرام، حتی فیلمش هم گرفته که الان فیلمشو میذارم که با هم ببینیم بعد دوباره صحبت میکنیم. آقا اینجا الان رسیدیم آلمان، پلیس آلمان دیگه یاد گرفته میاد تو خود هواپیما میشهشون ها زرده. پلیس آلمان کسایی که پاسپورتشون معتبر نباشه دیگه اجازه ندارن حتی از هواپیما پیاده شن که پاشون رو بزنن رو زمین. وقتی پاتو بذاری رو زمین یعنی رسیدی به خاک آلمان و میتونی درخواست پناهندگی کنی، ولی وقتی تو هواپیما موچیتو بگیرن که پاس اقامت نداری و داری میای اینجا، باید با همون هواپیما برگردی. ولی وقتی پا تو بذاری رو زمین میتونی اعلام پرندگی کنی، چون قبلا خیلی می اومدن میرفتن چمدانشون رو بردارن که پاشون مار بخوره، میگفتن ما میخوایم پرنده شیم پاس نداریم و اینا پرنده میشن، ولی الان یه قانونشونه که دیگه نمیتونن حتی پرنده هم شد وقتی پاشون به زمین نرسی و تو همون حرفه ها موچشون گرفتشون اومدن اینجا پرنده شیم با ویزای جدی یا پاس جدی. خب بچه همونجور که دیدین پلیس آلمان دیگه از در هواپیما، یعنی جلوی هواپیما وای میسه و تمام پاسا رو چک میکنه. الان دارن خیلی 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 جدی میگیرن به خاطر اینکه دولت میخواد یه خودی نشون بده به تمام مخالفاش که بگه نه ما درباره مهاجران داریم سختگیری میکنیم، به خاطر اتفاقایی که تو آلمان تو چند وقت گذشته افتاده. یه اتفاقایی افتاد که مثلا آدم کشتن، خلافای سنگین کردن، به خاطر همین خیلی 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 دارن سخت میگیرن. پس حواستون رو جمع کنید. من این ویدیو رو کلا برای اطلاع رسانی گذاشتم و یه سری سوالاتی که پرسیدن بچه‌ها که من مثلا میتونم با ویزای سوئیس بیام آلمان پناهنده بشم. شما با هر ویزایی میتونی به آلمان پناهنده بشی، اینکه آلمان شما رو قبول بکنه شرطه، به خاطر اینکه قانون دابلین یه بارگی توضیح دادم، شما از هر کشور اروپایی که وارد آلمان بشین یا ویزا گرفته باشین باید همونجا درخواست پناهندگی بدین. اگر شما از سوئیس بیای وارد آلمان بشی و آلمان پناهنده بشی، آلمان شما رو برمیگردونه به سوئیس و شما باید سوئیس اعلام پناهندگی بکنی. این یه موضوع. اون موضوع قبلی رو یادتون نره، اصلا اعتماد نکنید. یعنی طرف به من میگه که من یه نفر پیدا کردم 100% مثلا 2 میلیارد میگیره، 1 میلیارد میگیره و اصلا سفارت هم نیازی نیست برم از سر انگوش بدم، خودش همه کارا رو میکنه. خب این معلومه جعلیه. ببین وقتی که شما سفارت نری و حالا ویزا متریک یا جای دیگه از سر انگوش ندی، اون ویزا اعتباری نداره، شما اون ویزا رو به اون شخص میدن، به اون از سر انگوش میدن. پس گول این آدما رو نخورین، میلیاردها پولتون رو هزینه نکنید. الان راههای خیلی بهتری اومده، گفتم کارت شانس الان باز شده، آسبیلدونگ، یعنی شما با 6 ماه زبان خوندن میتونید راحت بیاید آلمان. حالا تا اینجای ویدیو ما خواستیم درباره این صحبت کنیم. از اینجای ویدیو میخوام درباره کسایی که حالا این راهو رفتن، ویزا گرفتن و میخوان بیان،
خواهم چند تا نکته بگم که خیلی مهمه توجه داشته باشین وقتی میخواین بیاین. اول وقتی که میخواین بیاین گواهینامتون رو حتما بین‌المللی بکنید، به خاطر اینکه شما میتونید 6 ماه با اون گواهینامه اینجا رانندگی بکنید. یعنی شاید اون 6 ماه اول بتونه کارتون راه بندازه. حالا اگه بخواید ماشین داشته باشین، ماشین بخرین، تا 6 ماه از وقتی که وارد آلمان میشین تا 6 ماه اجازه داریم با اون گواهینامه بین‌المللی رانندگی بکنید. بعد از اون دوباره باید برید گواهینامه بگیرید، یعنی گواهینامه خود آلمان رو بگیرید. آلمان جزء کشورهایی هست که گواهینامه ایران رو قبول نمیکنه. اگر شما گواهینامه ایران رو داشته باشید، حالا ترجمه یا بین‌المللی و ترجمه بکنید، فقط سر کلاس های تئوری نمیشینید. یعنی اینکه شما باید امتحان عملی بدین و امتحان تئوری، و امتحان تئوریش هم خیلی سخته. به نظر من به محض اینکه وارد آلمان شدین، 5 ماه 6 ماه که وارد آلمان شدین، دنبال گواهینامه بیفتین، چون اگر یک سال ازش بگذره دیگه شما گواهینامه بگیر نیستین. الان کسایی هستن که 10 سال 12 سال اینجان و گواهینامه ندارن و منتظرن گواهینامه فارسی بیاد. الان آلمان به چند تا زبون دنیا میتونی گواهینامه آلمانی، گواهینامه امتحان بدی، عربی، ترکی، انگلیسی، روسی، خیلی زبون هستن، فارسی توش نیست. اونم به دلیل اینی که با زبان فارسی دوستای عزیزمون اینجا تقلب کردن و از اون روز به بعد دیگه پلیس آلمان گفته که من به هیچ وجه نمیخوام فارسی رو بیارم، چون تقلب زیاد میشه و به خاطر همین گواهینامه گرفتن برای ایرانی‌ها یکم سخته، به خاطر اینکه اینجا گواهینامه گرفتن 1300 تا سوال آلمانی رو باید جواب بدین. سوالا چهارگزینه‌ایه، ولی توی هر سوال امکان داره که 3 تا گزینه درست باشه. شما اگه 2 تا گزینه درست انتخاب کنی، یه گزینه درست دیگر انتخاب نکنی، اون سوال اشتباه میشه و قاعدتا 10 تا پوینت منفی که بگیرین گواهینامه رو از دست میدین. ولی گواهینامه کاری نداره، به نظر من 2 ماه 3 ماه وقت بذارین گواهینامه رو راحت میگیرین. این از گواهینامه. دومین چیزی که خیلی مهمه، شما هر مدرکی که دارین رو با خودتون بیارین، یعنی مدرک فنی حرفه‌ای، مربیگری، هر مدرکی دارین به نظر من تو ایران دارالترجمه ترجمه بکنید، چون اینجا ترجمه خیلی گرونه. شناسنامه، کارت ملی، همه چیزتون رو ترجمه کرده بیارین، چون اینجا اگه بخواید ترجمه بکنید خیلی هزینه های بالایی داره ترجمه کردن. به نظر من همون تو ایران ترجمه بکنید، با خودتون بردارین بیارین دارالترجمه رسمی. اینم یه نکته بود که می‌خواستم بگم پیرو ویدیو قبلی. یه نکته دیگه هم که هست میخواستم بگم اینه که شما اگه قصد مهاجرت دارین دیگه به حرف این اون گوش نکنید، تحقیقاتونو بکنید و یه یا علی بگید و راه بیفتید بیاید. مهاجرت حالا تحصیلیه، مهاجرت اگه کاریه، مهاجرت اگه برای آسپیلدونگه، مهاجرت اگه با بلوکارت، هر چیزی، هر جوری که دوست دارین تصمیمتونو بگیرین بیاین. چون من خودم یه عادتی دارم، وقتی که یه کاری رو میخوام انجام بدم زخمیش میکنم. مثلا همین گواهینامه رو من موقعی که اومدم آلمان، 6 ماه بود آلمان بودم، رفتم گواهینامه ثبت نام کردم، همه منو مسخره میکردن، وای آخ گواهینامه تو تازه اومدی، هنوز چی نمیدونی، چه خبرته، ثبت کن، بذار یک سال بگذره زبانت بهتر شه، گواهینامه رو بگیری فلان اینا. ولی وقتی که واردش میشی، چون پول میدی و مجبوری تو اون کار افتادی، مجبوری اون کارو تموم کنی. به خاطر همین این کارو شما هم بکنید، توی آلمان خیلی جواب میده. وقتی که شما یه کاری رو می‌خواید انجام بدین، هی نه آقا سال دیگه، یه سال دیگه، دو سال، چون وقتی که پشت گوش بندازین دیگه به هیچ وجه نمیتونید بگیرید. به خاطر همین هر کاری رو شما میتونید به راحتی انجام بدید، فقط باید پشت کار داشته باشید. دوم این که کسایی که دنبال کار میگردن، برای کسایی که مثلا دنبال آسپیلدونگ می‌گردن، دنبال کار می‌گردن، خب خیلی‌ها میگن که وقتی که وارد آلمان میشید، وقتی که وارد آلمان شدید دنبال کار اگه خواستید بگردید، یا کسایی که الان وارد تو آلمان هستن دنبال کار می‌گردن، یه سری میگن نه مدرک زبان می‌خواد، B2 می‌خواد، B1 می‌خواد، فلان می‌خواد. کارفرما هیچ وقت به مدرک زبان شما کاری نداره. مهم اون نوشتن اون بوربونگی که شما می‌نویسید، نوشتن اون لونزلافی که از شما می‌بینه، و اصلی ترین چیز اون که اون روزی که شما میرید اونجا و باهاش صحبت می‌کنید، اون اگه بدون شما دارید صحبت می‌کنید آلمانی و
خیلی راحت دارید به سوالاش جواب میدید، اون دیگه مدرک زبان شما رو نگاه نمیکنه، میگه خب من دارم با این حرف میزنم و اینم داره با من صحبت میکنه، حرفای منو میفهمه، منم حرفای اونو میفهمم دیگه، چه نیاز داره حالا یه برگه داشته باشه؟ الان خیلی هستن اینجا مدرک B2 دارن، حرفای روزمرهشون هم نمیتونن حرف بزنن. پس به خاطر همین این چیزها رو برای خودتون گنده نکنید، من میگم چیزها رو برای خودتون گنده نکنید. وقتی که بیفتید توی کار، خود به خود زبانتون راه میفته، با مردم ارتباط داشته باشین، دوستای آلمانی پیدا میکنید. من بیشتر این ویدیوهایی که میذارم بیشتر میخوام انگیزه بدم به کسایی که واقعا میخوام بیان. زبانتون رو بخونید، ولی دیگه حالا اونقدر هم چیز نکنید، وای من الان این فعل رو اشتباه گفتم، اون فعل اشتباه گفتم، اینا دیگه به مرور زمان حل میشه. یعنی شما جوری براتون آسون میشه که دیگه وقتی که دارید حرف میزنید، دیگه بعد از یک سال دو سال میگه اوه من چه تغییری کردم، من الان دارم روون حرف میزنم، میرم سر کار میام. یعنی میگم توی کلاس زبان همه چیز رو به شما نمیگن، شما باید یه سری چیزها رو تجربه کنید، یه سری چیزها رو اشتباه بگید، اشتباهتون رو بفهمید، بعد دوباره درستش کنید. اگر تو کلاس زبان، چون کلاس زبان برای چی میگم تو کلاس زبان اینجا خیلی نمیشه پیشرفت کرد، به خاطر اینکه سطح زبان رو من فهم کنه. مثلا شما کنار یکی نشستین، شما تازه اومدین آلمان، اون 3 سال تو آلمانه، بعد اون سطح زبانش با شما فرق میکنه، بعد اون معلمی که اونجا داره درس میده با سطح بالای اون درس میده. یعنی وقتی که اون شروع میکنه حرف زدن، فهم میکنه که سطح کلی کلاس بالاست. به خاطر همین بیشتر باید خودتون تلاش بکنید، خودتون زحمت بکشید. چیزی هم نیست، یعنی به نظر من همین الان تو اگه ایران هستید، اگه اینجا هستید، الان همین یوتیوب بهترین معلم، بهترین زبان، بهترین کلاس همین یوتیوب. از یوتیوب میتونید خیلی چیزا یاد بگیرید و با دست پر بیاید آلمان. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم با این حرفا که میزنم یه ذره انگیزه بهتون بدم، یه ذره امید بهتون بدم که بتونید انگیزه بگیرید و حرکت کنید و بیاید. اگر واقعا بخواید بیاین، خدا کمک میکنه و شما اگه شما خودتون بخواین مطمئنا به اینجا میرسید. من خودم هم یه روزی که میخواستم بیام، میشه برم مگه میشه؟ مثلا حالا من که قبلش مثلا کل اروپا رو اومده بودم با تیم برای مسابقه، ولی برای اینکه بخوام زندگی کنم اولش دو دل بودم، بعد تصمیمم گرفتم اومدم و تا آخرش هم وایسادم و شد. شما هم اگه بخواید میشه. امیدوارم که به آرزوی قلبی هر چی که داریم برسین. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو برای دوستایی که واقعا قصد مهاجرت دارن بفرستین، شاید یه کمکی بتونه به اونا هم بکنه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.